دوستان عزیز، زنگ کلاس زده شد چون ساعت 5. من موظفم که سلام بکنم، تشکر کنم از فرد شما ها، از مهمانان عزیز، از وجود عزیزی که از آمریکا بلند شده اینجا، اومده اینجا برای ما سخنرانی کنه، که واقعا لطف محبت ایشون و تشکر از خانم سوزی زیادی که تمام زحمات زیر نظر ایشون و با لطف ایشون انجام شد. بیش از حد استاد اینجا هست، استاد هر بیرون یه نعمتی است برای ما که این نامداران بزرگ از این برانبر میان در این جمع 30-40 نفری دستی که ایشون سخنرانی هایی که در آمریکا میکنه 200-300 نفر، 300-400 نفر میان در سالنشون. خیلی خیلی از اون ممنونی باز هم از خانم سوزی زیادی متشکریم. برنامه ما در دو بخش چون همیشه قسمت اول یک هنرمند نامدار هست که اکثر ماها ایشون میشناسیم، منیر رفوگران که اینجا تشریف دارن. ایشون مقداری از کارهای خودشون نشون میدن و بعد تفسیر میکنن که منبع این کارها در کشورهای مختلف چی بوده، آنالیز علمی میکنن. بعد از اون برنامه جناب فرهندوز هست که این روز با نظر دو متخصص و همکار قدیمی، یعنی جناب ادیب‌زاده و آقای شاهی انجام میشه، یعنی به صورت سوال و جواب. فعلا برنامه اول رو شروع میکنیم و برسیم برنامه دوم. برای برنامه اول من باید زندگی نامه هنرمند رو بخونم، ولی معمولا هنرمندان زندگی نامش رو نمی نویسن، در خفا نگه می دارن. خانم مانیر خانم حدود 30 سال قبل شاگرد پیتکر بوده. پیتکر یکی از نقاشان معروف بود که خیلی شاگرد داشت، مثل علی محمد حیدریان. علی محمد حیدریان دانشگاهی بود، پیتکر دانشگاهی نبود. پیتکر جزو شاگردان کامورک بود، ولی علی محمد حیدریان شاگرد مستقیم این فرق میکرد، ولی پیتکر آثار بزرگی داشت. بعدم بهتون میگم که اخیراً شاید در ده روز دیگه، یه هفته دیگه، یک موزه افتتاح میشه در تهران، موزه مکتب کمال العلوم. کلمه مکتب گذاشتن جلوش برای اینکه تمام شاگرداش هستن، بیشتر شاگرداش هم هستن، کاراشون، زندگی نامشون. 1917 که آتالش ترک کرد با گرفتاری که برزا شاه داشت و رفت خانه نشین شد خودش، اون آتالیه رو بزرگش کردن، رنومش کردن و دارن برنامه کردن. ایشون شاگرد پیتکر بوده، بعد اینجا در آتلیه ادک حدود 10 سال کار کردن. نمایشگاه های بین المللی که داشتن، فقط من چند تاشو میخونم، با جوایز بزرگ، پاریس، مخصی با جایزه اول، مدال طلا در اوینیون، در متس با مدال نقره، در روم با مدال برونز و اکثر کشورهای مختلف با جوایز بین‌المللی. این کتابچه رو من می‌گردونم
لطفا نگاه کنید شمایی از کاراشون در این کتابچه هست. از اینجا لطفا بگرد دو بگرد. ایشون اول کارهایی نشان میدن و بعد توضیح میدن. استدام کن نه خودتون اون چرا خاموش کنید لطفا نستید اینجاز اون چرا خاموش کنید باله اجازتون چند تا از کارهای منو ببینین اگر لازم بود یه توضیحاتی هم روی بعضیاش انجام میدم که پشت هر کدوم از اینا یه داستانی صداتون اینجا میکروفون رو بلندتر صحبت کنید چشم این که کامل معلومه دیگه عشق جاردن دی فلور اون وسط از رنگ روناس استفاده کردم Le cœur qui chante Oiseau bleu این یک الهامیست از داستان Oiseau bleu de Maurice Maeterlinck که پرنده ها میگشتن به دنبال خوشبختی و بالاخره خوشبختی رو در زیر خانه خودشون پیدا میکنن. خواستم بگم به جوونا که بی خود دنبال خوشبختی دنیا رو زیر پا نگذارید، خوشبختی رو در چهار دیوار خودتون میتونید پیدا کنید. بله این اوازو دو لپه پشتش یک داستانی هست. این ظرف در زمان جنگ ایران و عراق ساخته شد. میدونیم که اون زمان به هر حال همه تحت تاثیر این جنگ واقع شده بودن و هر کسی به نوعی نفرت خودش رو از این جنگ نشون میداد. نویسنده ها نوشتن، شعرها سرودن، اونایی که اهل تیر و تفنگ بودن تفنگ به دوش گرفتن. منم که اهل هیچ کدوم از این کارها نبودم، اومدم این پرنده رو بدنش رو پر از گل کردم و به منقارش 5 نامه آویختم و فرستادم به 5 قاره دنیا که بیاید کمک بکنید، شاید با کمک شماها این جنگ تموم بشه. بعدش یه مدتی روی اشعار شعرای معاصر کار کردم، امثال زنده یاد فریدون مشیری و زنده یاد نادر نادر. این رو روی داستان اون شعر کوچش کار کردم که کسی است که در عالم نگم میان سالی بلکه پیری به کوچه ای میرسه که در انتهای این کوچه به یادش میاد که در زمان جوانی با دلدارش با یارش خلوتی کرده و حالا به اون دور نگاه میکنه در شب مهتاب. این یک راجب شعر زنده یاد نادرپوره که میگه زگیر و دار جهان در تن تو رو یارم که یک تن است و جهانی ز پیچ و تاب در اوست. منطقه خب من پیچ و تاب آدم ها رو نتونستم بکشم، گفتم از پیچ و تاب امور حیوانات پرندگان استفاده کنم چون همیشه
پرنده ها هستن روی کارهای من، سمبل آزادی. همیشه یک پرنده رو کارهای من وجود داره. شان دموغ و حال نقش نقش ایران قدیم، رنگ رنگ لاجورد که همیشه پایدار بوده برای لوبزه. در یک باغ پر از گل، لوبزه آن کشت پشت یک دیوار. چیتونی کنی؟ لو مساجه، مساج دمو. اینجا دیگه از عشق و دوستی و مهر و اینا برای یه مدتی اومدم بیرون و دیدم که دنیا چه خبره. بیشتر از اینا شلوغ‌تر و خرابتر از این حرف هاست. اینجا این کار رو به نام اگزود کار کردم. پرنده ها هستن که از این دیوار آهنی سیاه و این زندان دارن فرار میکنن و اگزود میکنن. بعدش این لکج، نخواستم اسم زندان بیارم. این به صورت کج، به صورت قفس، و این پرنده ایست که از خلال این پنجره به دنیای آزادی نگاه میکنی که شاید بتونه یک روزی از این کاج به دنیای آزاد برسه. من همین چند کار رو انتخاب کردم و بقیهش دیگه روی سیت من هست. مرسی. به نشست امروز خوش آمدید. سرامیک پدیده ای از خاک و آتش. پل والری در یکی از یادداشت‌هاش می نویسد که در میان همه هنرها حادثه انگیزترین و نامطمئن‌ترین و در نتیجه اصیل‌ترین آنها هنری را می شناسم که نشانی از آتش دارد. پل والری در این حالی که نویسنده بوده نقاشم. حالا این سرامیک از 3 درجه از نظر خمیر متفاوته، از 3 درجه تشکیل میشه که اولین و ابتدایی ترینش به نام پوتری که ما در فارسی بهش میگیم سفالینه، و بعد که یکمی خمیرش سوفیستیکه تر و پیچیده تر میشه میشه فیانس، و بعد که دیگه خیلی پیچیده و گران و این حرفا میشه میشه پرسله. صحبت امروز ما راجع به سفالینس. اگر بخوایم تاریخ سفالینه رو بدونیم باید برگردیم به 5000 سال پیش، یعنی ارج اونس. از اون موقع خمیری که درست می شده از خاک قرمز و آب به همین صورت که اینا ما میگیم خاک رس، به همین ترتیب فقط وسایل روزمره، احتیاجات روزمره، ظرف و زبور و این حرفا و لاغی در تمام دنیا، در اروپا، در آسیا، در اروپای، در امریکای پری کولومبیان، همه از همین مایه بوده، یعنی خاک قرمز و آب. منتها هر قومی، هر ملتی بنا به احتیاجاتشون مدل‌های ظرف‌هاشون متفاوت بوده. بعدها می‌بینیم که در قرون و عصر بعد همین ظرف‌های به این ابتدایی و به این سبکی و به این سادگی به چه کارهای عجیب و غریب و مفصل‌تری تبدیل می‌شه. مرور ما از زمان هخامنشیان و اشکانیان شروع میشه. تنها تحولی که در این مدت انجام میشه روی سفالینه‌ها این که روی سفالینه ها رو یک لعابی میزنن که اولا یه مقداری زیباتر میشه، در ثانی استحکام بیشتری پیدا میکنه، به خصوص اون زمان تابوت هاشون رو
روش لعاب میزنن که بیشتر بمونه. در همین موقع است که چینی ها به یک خاکی دسترسی پیدا میکنن که از خاک شیشه و مشتقات دیگه استفاده میکنن. این خاک رو اسمشو میذارن پورسلن که در ایران اسمش هست به نام خاک چینی. به دوران ساسانی میرسیم، خیلی تند باید از روی زمانها رد بشم. به دوران ساسانی میرسیم، سرامیکا از اون حالت بسیار بسیار ابتدایی خارج میشه و با نقش انسان و حیوانات و یک همچی چیزایی زینت داده میشه. خب بالاخره بشر دوست داره که همیشه یه تنوعی داشته باشه، زیبا پرست بشر. این است که یک تحول کوچیکی ایجاد میشه و در این زمانی که شهرهای سمرقند و بخارا و به خصوص نیشابور مرکز اصلی هنر شرق در دنیا شناخته میشه. در اواخر قرن هفتم هستیم، امپراتوری ساسانی به وسیله حمله عرب سقوط میکنه. در حفاری هایی که بعدها و بعدها در شمال ایران انجام میشه به یک مقدار زیادی از این سفالین ها برخورد میکنن که بعد از تحقیقات زیاد متوجه میشن که اون زمانی که ایرانی ها از جنگ فرار کردن رفتن به سمت شمال، اینا یک عده‌ای از هنرمندان سفالینه اونجا بودن، کارشون رو انجام دادن و بعدها این ظرف‌ها در اونجا جمع شد. مدتی است که از حمله عرب می‌گذره، ارتباط تجارتی بین ایران و چین برقرار میشه و خمیر چین که بسیار جنس بهتری داشته و هیچ قابل مقایسه با خمیری که در ایران درست می‌کردن نبوده، وارد ایران میشه و هنرمندان سرامیک از این خمیر استفاده میکنن و کارشون بسیار بسیار بالا میره. دو قرن است که از هجوم عرب میگذره. به قول زنده یاد زرکوب که نوشت دو قرن سکوت. واقعا هم دو قرن سکوت بود، منتها زیر این سکوت ایرونی ها مثل آتشی بودن زیر خاکستر، داشتن خودشون رو جستجو میکردن ببینن چه خبره، چی شده، این قوم جدید که اومدن چی میگن، حرفشون چیه، سخنشون چیه، چی کار بده. به هر حال یه دو قرنی میگذره و اینها متوجه میشن که این قوم جدیدی که اومدن یک خطی دارن به نام خط کوفی. این خط بسیار زینتی، بسیار دکوراتی و خیلی هم زیباست، چرا که نه، ما از این خط استفاده کنیم برای دکور و زینت دور ظرفان. همین کارم هم میکنیم. در اینجا باید به یک نکته توجه کنیم و اون این که باید قبول کنیم که هنر یک پدیده بین‌المللی است، راه دیگری نیست. هنر باید الهام بده و الهام بگیره، هنر باید تحت تأثیر قرار بگیره و تحت تأثیر قرار بده. هنری که در چارچوب و قفس خودش باقی بمونه پیشرفتی پیدا نمی‌کنه. در تاریخ هنر اسلامی می نویسند که اولین هنری که روی هنر عرب تأثیر گذاشت هنر ایران و بعدها هنر بیزانس. جملاتی که این هنرمندان انتخاب می کردن برای این ظروف جملاتی بوده امثال پند و اندرز. فرض بفرمایید که بخشایش کن که خداوند به تو بخشایش خواهد کرد، مهربانی کن که خداوند به تو مهربانی خواهد کرد. گاهی اوقات هم آرزوی سلامتی و برکت میکردن برای صاحب ظرف و معمولا وسط ظرف این رو مینوشتن و نام صاحب ظرف و تاریخ رو حتما مینوشتن. عکس شماره 1 لطفا. ببینید خط کوفی است که وسط ظرف، البته ما نمیتونیم بخونیم ولی به هر حال
خیلی دکوراتیو زینتی. عکس شماره دو اینو دور زد و فکر میکنم این شکلی که وسط ظرف هست این اسم صاحب ظرفه. این بشقاب های کوفی به مقدار زیادی در ایران ساخته شد، بسیار مورد توجه قرار گرفت و حتی به دربار به دارالخلافه هم فرستاده شد، چون خواستن که سفارش دادن. این بشقاب ها مقدارش بسیار زیاده، الان در موزه متروپولیتن نیویورک، موزه هنرهای شرقی در روم، گالری خلیلی در لندن و البته در ایران موزه آبگینه، موزه رضای عباسی و موزه ایران باستان و به خصوص مجموعه محسن خان فروغی که واقعا از جهت تعداد و از جهت زیبایی ظرف ها حرفی توش نیست، که البته من نمیدونم الان این مجموعه در ایران یا بیرونه، اطلاعی نداره. از قرن دهم به بعد که سرعت پیشرفت این هنرمندان خیلی زیاد میشه، هنوز مرکز عمده هنر شرق در سمرقند و در نیشابوره و خط کوفی همچنان ادامه داره، ولی در ایران دیگه نمیگن خط کوفی، میگن خط کتیبه ای. و در این زمان رنگ لعابی که رو ظرفا میدادن رنگی میشه، تا به حال ترانسپران بوده، حالا از این به بعد رنگی میشه. فراموش نکنیم که اون زمان رنگی بودن لعاب روی ظرف یک تحول عظیمی بوده، به این زمان نگاه نکنیم. در قرن 11 هم هستیم، ماشین سفالگری اختراع میشه. ماشین سفالگری باعث میشه که ظرفا البته خیلی زیباتر، یک دستر و از جهت اینکه راندمانی کار بیشتر بشه، کارهای بیشتری میتونن انجام بدن. در این زمانی که شاهنامه فردوسی تمام میشه، هنرمندان سرامیک از این نقش ها و از این داستان ها الهام میگیرن و نقش های بسیار زیبایی روی ظرفاشون اجرا میکنن. قرن 12 هم هستیم، هنر سرامیک قرن 12 هم هستیم، دوران پرجلال سلطنت سلجوقیان هست. پادشاهان سلجوقی بسیار بسیار به تهیه آثار ابنیه و مساجد و اینها خیلی خیلی علاقه نشون میدادن و به همین دلیله که اینجا دیگه مسئله اقتصادی میشه همراه با مسئله هنر، اینها با هم انجام میشه، به صورتی که عرضه تقاضا زیاد میشه، در نتیجه عرضه بیشتر میشه و به همین جهته که کار هنرمندان سرامیک خیلی زیاد میشه در این مدت، در این زمانی که کاشی‌های معرق به وسیله هنرمندان سرامیک به وجود میاد که بسیار بسیار در کار اینها پیشرفت کار اینها مؤثر واقع میشه. حالا چطوره که یه سر کوچیکی به مصر بزنیم و ببینیم که در مصر چه خبره. آخرای قرن 12 همه خلفای عباسی اونجا خلفای فاطمی اونجا 200 سال زنده کار کردن، دیگه الان رو به زوالن و گرفتارن، مملکت بلبشو و شلو و اینها هنرمندان سرامیک تصمیم به جلای وطن میکنن. خب حالا جلای وطن کردین کجا بریم؟ تصمیم میگیرن یه عدهشون که برن آندالوس، میرن در اونجا مستقر میشن و به مدت بسیار کوتاهی کاراشون انجام میشه، به مدت بسیار بسیار کوتاهی که در تمام خطه اسپانیا اینها مستقر هستن، اتولیه و کنارش هم یک کوره و کوی و برزنی هست که اتولیه و کوره وجود نداشته باشه. اینها ادامه پیدا میکنن و یه عده‌شون هم میان به جنوب ایتالیا این کارو انجام میدن.
برمیگردیم به مصر، ببینیم بقیه اون کسانی که همراهی نکردن با اینها و نرفتن به اسپانیا اونا چه کردن. اونا تصمیم گرفتن برن ایران. شنیدم در ایران یک شهریست بزرگ با شکوه و ثروتمند به نام ری. شنیدم که هنرمندان سرامیک اونجا خیلی خوب کار میکنن و را میفتن از طرف شام و دمشق به ایران میرسن و به شهر ری میرسن. در اینجاست که مثل همیشه و بار دیگر اون علامت مشخصه ایرانی که همانا مهمان نوازیش هست به طرز باشکوهی جلوه میکنه، از اینا استقبال میکنن، مسکن و مأوا بهشون میدن و در مدت بسیار کوتاهی کوره های اینها آماده میشه و در اثر همکاری اکیپ مصری و اکیپ ایرانی که با هم کار میکنن اکول ری به وجود میاد. همیشه تا بوده تجربه چنین نشون داده که کار جمعی، کار گروهی اگر در راه درست و صحیح پیش بره و اگر اشخاص میل به ادامه کار داشته باشن، نتیجه کار بسیار عالی خواهد بود. نتیجه این کار تشکیل به وجود آمدن اکول ری هست. اکول ری در تاریخ هنر سرامیک ایران جای والایی داره. چرا؟ که اولین اکول سرامیک در ایران. به قرن 13 هم میرسیم، یک سری به از این بر بیان و یک سری بزنیم به چین ببینیم اونجا چه خبره و چنگیز خان چین رو تمام گرفته و حالا چشم به ایران دوخته و تصمیم داره که تصمیم به جنگ نداره، تصمیم داره که با ایران از در صلح در بیاد. یک جماعتی از نخبگان قبیله رو جمع میکنه و به همراه بار گرانی از هدایای گران قیمت وارد به دربار سلطان محمد خوارزم میفرسته، ولی متاسفانه و باز هم متاسفانه در اثر آز و طمع مادر شاه نام سلطان خاتون که دستور میده شبانه اینها رو سر میزنن و صاحب این هدایا میشه. دیگه بقیه داستان رو میدونید که ایران با خاک یکسان میشه، شهر ری از بین میره، هنرمندان سرامیک فرار میکنن به سمت کاشان. چرا کاشان؟ به خاطر اینکه از خط حمله دور بوده و شنیده بودن که در شهر کاشان هنرمندان سرامیک بسیار بسیار خوب کار میکنن. میرن همون کار کلکتیفی که یک زمانی مصری ها با ایرانی ها کرده بودن، ایرانی های مقیم ری با ایرانی های مقیم کاشان به هم میامیزن و اکول در اثر این همکاریست که دومین مکتب سرامیک در ایران به نام مکتب کاشان به وجود میاد. اگر اشتباه نکنم سال 2004 بود که اینجا در موزه کلونی در پاریس یک اکسپوزیسیون بسیار بسیار مفصلی برگزار شد به نام سفالینه های زرین فام. علامت مشخصه اکول کاشان سفالینه های زرین فامه که بسیار بسیار جالب بود. البته از سفالینه های ایران نبود، مال مصر و سوریه هم بود و اون ها سفالینه های زرین فام دوران چه جور بگم معینژ با حال و هوای معینژوی موزه کلونی به هم آمیخت و آدم ها رو به حیرت واداشته بود. یعنی این چه جوری؟ این ظرف ها زیر این ساختمان زیر این ستون های قرون وسطایی آنچنان درخشید که واقعا همه حیرت کرده بود. چقدر؟ همون شده؟ بله، فقط همین و بله دیگه چاره‌ای ندارم، تموم شه. بعد از حمله مغول حمله تیمور بود که اون بسیار بسیار بدتر و خرابتر و دیگه نمیشه کاری کرد. تنها کاری که در این مدت انجام شد این بود که اولین قدم برای جدایی بود. جدایی به این معنا که دیگر از خط کوفی خبری نبود، خط تعلیق به وجود آمد به وسیله هنرمندان ایرانی و میشه گفت که این قدم اولین قدم
جدایی و یواش 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 خط تعلیق به خط نستعلیق تبدیل شد که دیگه بقیهشو میدونم. و باید چه گفت؟ در زمان صفویان مجبورم که تون بگذرم، تا مدت‌های طولانی هیچ تحولی انجام نشد. در زمان صفویان دو مرتبه یک کمی حرکت کردند، ولی در حقیقت بالاترین و بهترین و شکوفاترین دوره سرامیک ایران رو میشه گفت که دوران سلجوقیان و تیموریان هست. تیموریان به دلیل، با وجودی که تیمور خود با از کله ها مناره ها ساخت، ولی با این حال عجیبه که پسرانش اینقدر به ادب و هنر ایران اعتقاد داشتن و کمک کردن، چقدر بزرگ این هنرمندان رو گرامی شمردن، بهشون کمک کردن و کارهای بی‌نظیری از اینا مونده شد. و به دلیل اینکه یواش 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 از این دوران به بعد که هنرمندان سرامیک دیگه ظرف و ظروف و اینها رو کنار گذاشتن و گرایششون رفت به سمت کارهای کاشیکاری و میشه گفت که در مملکت حافظ و سعدی معماری سنتی فقط در کاشیکاری مشخص میشه. بله. من شخصا فکر میکردم که فقط آشپزیشون خوبه و واقعا خیلی ممنون، بیش از هم ممنون. یک خانم منزل میشینه اینقدر تحقیق کنه، البته وقت نکردم. خود این رنگ ها با هم جنگ و جدال هست، ست رنگی که لگد میزنه به همه، قرمز و آبی و زرد، اصلا نمیشه دیگرون بیان جلو. خود این حرکتی که روی نیم دایره انجام میشه یه قانونی داره، یعنی موقعی که شما یه چیز میکشید روی سقف نیم دایره اگلیز در سطح هفت‌متری، این اون نیست که روی کاغذ میکشید و نشون میدید. یک علمی داره که از دور نگاه میکنه، درست مثل این که پرسپکتیو. یه درختی که جلو من هست دو متره، این درخت در هزار متری میشه دو سانت. من موقع که نقاشی میکنم نمیتونم در هزار متری دو متر بکشم. و بعد خود این تناسبات بهش میگن مدول. خود خط، خط با هم جنب و جدال دارن. خط مستقیم باشه، خط 45 درجه میشه، 45 درجه جنب و جدال میکنه. امروز که مهندسه اون ساخت، نادر ساخت با حرکت 45 درجه ساخت، یعنی سازندهش اهل جنب و جداله. اگر این حرکت باشه آرامشه، یعنی خود این خطا هم با شما بازی میکنن، صحبت میکنن، مثل نوت موسیقیه. بنابراین واقعا ازشون باید مطمئن باشیم. باز هم باید دست بزنیم هم برای آشپزی هم برای من نمیدونم چجوری این زندگی نامه یک بزرگوار رو بخونم. موقعی که شما یک سری نگاه میکنید کلیات این زندگی نامه، آنن حس میکنید که مرد خود ساخته است. 1125 متولد میشه در تهران، 1645 یعنی 20 سالش بوده، یه اعتقاداتی داره، میری تلویزیون و برنامه پیاده میکنه، برنامه انجام میده بود، خودش میبره نظر میخوام به آسمون. 20 چند سال اونجا انقلاب میشه، میان یک روزنامه هم درست میکنن با آقای میبادی و دیگران که البته دوام پیدا نمیکنه. میاد به آمریکا، به جایی که بره اون شهری لیسانس بگیره، اون شهری فوق لیسانس بگیره، اون شهری یک درجه بگیره،
در همون رادیو تلویزیون 20 چند سال میمونه. 23 سال میمونه و واقعا به اوج عظمت اون درجه که ما میگیم. یه شخصی بود آقای مبشر، آقای مبشر این یه شخصیتی بود که واقعا فاضل، نویسنده، خوشبیان، خوشگفتار، جواب میداد، سخنران نیامده و جمع سخنران میکرد. فکر میکنم این وجود رادیو تلویزیون آمریکا رو اینجا و اینجور میگرد. قسمت سوم، بخش سوم این بخش، یعنی در ایران و آمریکا، بخش سوم مطالعات شخصی و اعتقادات شخصی است که انجام داده. من باید فقط این دو تا رو بخونم. اجرای ترانه های خیام در مجموعه ها با عنوان 7000 سالگی یا تازه تهی اثر فریدون فرهنگود مجموعه از شینداری با عنوان نوروز یا چیزهای دیگه، نوارهاش اینجا هست و فروشی البته تعدادش به من هدیه میدن. و برنامه امروز ما یه برنامه استثنایی است با حضور دو وجود عزیز، آقای نجدی‌افتاده و آقای شاهید، که خود این سه نفر یه برنامه تنظیم کردن که من نمیتونم تشریح کنم که کی باید شروع کنه، کی ادامه. ولی برنامه آقای فرهنگوزه استدعا میکنیم که برنامه شما. به نام ایران شروع میکنم. ای خطه ایران مهین، ای وطن من، ای گشت به مهر تو عجین جان و تن من، دور از تو گل و لاله و سرو و سمنم نیست، ای باغ گل و لاله.